دره ای ژرف با میلیون ها سال قدمت که سالانه هزاران نفر جذب چشمنداز های زیبا و محیط آرامش بخشش میشن. سرزمینی که برای بومیان محلی مقدس و برای علاقمندان به امور ماورایی همیشه اسرارآمیز بوده. گراند کنیون سرزمینی که شاید دروازه‌ای داشته باشه به دنیایی متفاوت در زیر زمین. اگه اولین باره ویدئوی از شبکه ما میبینید روی دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله کنارش کلیک کنید تا ویدئوهای بعدی رو زودتر ببینید. در بخشی از مرور این کتاب به پیام‌هایی پرداختیم که به باور نویسنده در دوره‌های زمانی مختلف از فرازمینی‌ها دریافت شده. تعدادی از این پیام‌ها روشن و واضح بودند، ولی برای درک بعضی لازم بررسی‌های بیشتری انجام بشه. از جمله این پیام که بر اساسش چیزی عیان در محدوده گراند کنیون وجود داره که بهش توجهی نمیشه. جایی در ایالت آریزونای آمریکا دره‌ای عظیم وجود داره که برآورد شده در حدود 2 میلیارد سال پیش با فرسایش سنگ‌ها در بستر رودخانه کلرادو به وجود اومده. شکل ظاهری متفاوت طبیعت این محدوده و سنگ‌هایی که میشه در لایه‌های مختلفشون اثر گذر زمان رو در تاریخ زمین دید، باعث شده سالانه هزاران نفر به این منطقه سفر کنند و البته با توجه به وسعت منطقه هر از وقت خبرهایی منتشر میشه از سرنوشت کسانی که نتونستن راه خودشون رو در بین فراز و نشیب‌های منطقه پیدا کنند و برای مدتی ازشون خبری نبود یا اینکه کلن ناپدید شدن و بعدها جسدشون پیدا شده. روزولت رئیس جمهور آمریکا از جمله کسانی که بارها به این محدوده سفر کرد و بالاخره در سال 1908 میلادی اونجا رو رسما به عنوان محدوده تاریخی ثبت کرد و در سال 1919 هم کل منطقه به عنوان پارک ملی شناسایی شد. این دو تاریخ رو در ذهن داشته باشید تا در ادامه ویدیو دوباره به سراغشون بریم. در جستجوی ساده درباره منطقه به این بحثم می رسید که ساختار و توالی رسوبات زمین در این محدوده یک پارچه نیست و رسوبات مربوط به یک دوره نزدیک به 1 میلیارد سال از سنگ ها ناپدید شدن. توضیح بیشتر اینطوره. ساختار و ترکیب سنگ ها در هر دوره ای از عمر زمین با دوره بعد و قبل متفاوته و با بررسی اونها در یک منطقه مشخص میشه به بسیاری از پرسش های مطرح درباره ساختار زمین شناسی اونجا پاسخ داد. ولی در گراند کنیون سنگ های با قدمت نزدیک به 500 میلیون سال به یک بار روی لایه سنگی که نزدیک به 2 میلیارد سال قدمت داره، یعنی دست کم یک لایه سنگی مربوط به دوره ما بین این دو ناپدید شده یا به دلایلی در اون دوره نزدیک به 1 میلیارد سال سنگی تشکیل نشده. البته که این موضوع در طول سالیان مورد توجه زمین‌شناسان بوده و توضیحات متعددی براش ارائه کردن، ولی هنوز پاسخ قطعی برای دلیل ناپدید شدن یا تشکیل نشدن سنگ‌ها در این دوره 1 میلیارد ساله به دست نیامده. بیش از 11 قبیله مختلف از بومیان آمریکا ریشه در محدوده گراند کنیون دارند که شاید معروف‌ترینشون هوپی‌ها باشند. پیش از این درباره باورهای مردم این قبیله بسیار کهن آمریکا صحبت کردیم، از جمله اینکه باور دارند از نسل کسانی به اسم مردان ستاره‌ای‌اند و بناس در پایان دنیا دوباره کسانی برای نجات اونها از آسمان به زمین بیان.
این اسطوره اونها رو هم مرور کردیم که در دو دوره و زمانی که زمین در حال نابودی بود، کسانی به اسم مردم مورچه‌ای به کمک هوپی‌ها آمدن و اونها رو با خودشون به سرزمینشون در زیر زمین بردن و بهشون پناه دادن تا روزی که سطح زمین دوباره برای زندگی مناسب بود و اونها از مسیرهایی از دل زمین خودشون رو به سطح رسوندن و زندگی رو دوباره شروع کردند. در این روایت مردم مورچه‌ای تمدنی بزرگ در زیر زمین دارند که به مراتب از تمدن‌های روی زمین پیشرفته تره و البته اونها در دوره‌ای که هوپی‌ها پیششون بودن بخشی از دانش خودشون رو هم درباره ساخت خانه و ایجاد شهر یا تولید و انبار کردن مواد غذایی به هوپی‌ها یاد دادن که باعث میشه تمدنی که اونها بعداً در سطح زمین ایجاد می‌کنن به مراتب پیشرفته تر از بقیه بومیان باشه. لینک ویدئوی مربوط به اساطیر هوپی ها رو میتونید در بخش توضیحات همین ویدئو پیدا کنید. اونها یک اسطوره هم دارن که در اون نیاکانشون ساکن دنیای زیر زمین در محدوده گراند کنیون بودند تا روزی که بینشون اختلافاتی به وجود اومد و دو دسته شدند. مردمی با یک قلب و مردمی با دو قلب. به عنوان راه حل رهبر اونها پیشنهاد میکنه که یک دسته دنیای زیر زمین رو ترک کنه، ولی از اونجایی که راهی برای رفتن به سطح زمین وجود نداشت، اون کاری میکنه که یک درخت به حدی رشد کنه که بتونه سقف دنیای زیر زمین رو بشکافه و مردم با یک قلب ازش بالا میرن و به سطح زمین میرسن. در حالی که اساطیر هوپی ها به روایتی میپردازه که شاید هزاران سال پیش رخ داده، در عصر حاضر بحث ها درباره دنیایی مخفی در محدوده گراند کنیون بارها دنبال شده و یکی از مهمترینشون این مقاله است که در 5 آوریل سال 1909 در روزنامه آریزونا گزت منتشر شد و به اکتشافات مردی به اسم کینکی در این محدوده اختصاص داره، به این صورت که اون ظاهراً در جستجوی مواد معدنی سوار بر قایق در مسیر رودخانه کلرادو وارد این محدوده میشه و در بخشی از مسیر متوجه لکه‌هایی در ترکیبات رسوبی حاشیه رودخانه میشه، به سمتشون میره و کمی دورتر ورودی غار بزرگی رو پیدا میکنه که روی دیوارهای ورودیش طرح‌هایی حک شده بود. اون چند صد متری در داخل غار که میره به دخمه‌ای پر از اجساد مومیایی و ابزارها و وسایل باستانی میرسه. با دوربینی که به همراه داشت عکس‌هایی رو ثبت می‌کنه و چند تا از ابزارهای باستانی داخل غار رو هم برمی‌داره و با خودش به واشنگتن میبره، جایی که اونها رو تحویل یک مؤسسه مطالعاتی به اسم اسمیتسونین میده و مقدمات عملیاتی اکتشافی در محدوده غار رو فراهم میکنه. اینطوره که اون با گروهی پژوهشگر دوباره به غار مورد بحث برمیگرده و متوجه میشه دخمه‌ای که پیدا کرده بخش کوچکی از یک مجموعه زیرزمینیه که به تمدنی کهن ربط داشته. در دو سوی راهروهای این مجموعه زیرزمینی اتاقهایی 10 تا 12 متری ساخته شده بودند با سقفهایی طاقی شکل و پنجرههایی دایره شکل که رو به راهرو باز می شدند. این راهرو به محوطه صلیبی شکل باز می شد که در اون مجسمه بزرگ در حالت نشسته وجود داشت، در حالی که در هر دو دستش نیلوفر آبی داشت. صورت این مجسمه شرقی توصیف شده و اینطور اومده که شباهت زیادی به مجسمه بودا داشت. در مقاله به نقل از پژوهشگران اینطور اومده که بر اساس اشیایی که پیدا شد به نظر میرسه ساکنان این دنیای مخفی در درون غار باورهای شبیه باورهای کهن مردم تبت داشتند و البته یک حدس هم این بود که این تمدن به مصر باستان ربط داشته. اونها با پیدا کردن ابزارها و ظروفی از جنس مس اینطور استنباط کردند که این تمدن با دانش فلزکاری هم آشنا بود. اونها همینطور انبارهای غله‌ای رو پیدا کردند که به شکل دایره‌ای ساخته شده بودند و ورودی‌هاشون از سقف بود.
نویسنده مقاله توضیح داده که به نظر می رسید دیوارهای این انبارها از سیمان ساخته شده باشند. در بین اشیایی که در غار پیدا شد، تعدادی از یک جنس فلز خاکستری رنگ بودن که کسی نمیتونست ماهیتش رو تشخیص بده و به نوشته مقاله هنوز هم نوع این ماده محل سؤاله. اونها در بررسی دخمه که مومیایی ها داخلش بودن هم متوجه شدن که زن یا کودکی بینشون نیست و بر همین اساس استنتاج کردند که این مومیایی ها متعلق به مردانی جنگی بودند و شاید که کل محدوده مسکونی غار هم محل اقامت این مردان در دوره ماموریتشون بوده. در کل مجموعه غارها هیچ نشانی از حیوانات و بقایاشون نبود و همینطور لباس یا رخت خوابی هم پیدا نشد و بیشتر اتاقها خالی بودند. هرچند اینطور برآورد شده که با توجه به وسعت تأسیسات و محوطه داخل این غارها تا حدود 50,000 نفر به راحتی میتونستن در اونجا زندگی کنند. بخش پایانی مقاله در توصیف تالاریه که هواش به درستی تهویه نمی شد و مشعلها در اون جای زیادی رو روشن نمی کردند و برای همین کسی نتونسته خیلی داخلش بره. نویسنده مقاله ابراز امیدواری کرده که وقتی چراغ‌های اختراع شدن که بتونن مسیر رو به درستی روشن کنن، کسانی بتونن به داخل این تالار برن و ابعاد تاریکش رو بررسی کنن. اتفاقی که ظاهراً هیچ وقت نیفتاده یا دست کم خبری ازش منتشر نشده، چون هرچه درباره این غار و دنیای درونش میدونیم همه در همین تک مقاله است و جستجوهای ما برای پیدا کردن محتوای بیشتر در این باره بی نتیجه بود. هیچ جا هیچ نشانه‌ای از مومیایی ها یا اشیاء باستانی پیدا شده در این غار وجود نداره. ولی به این توضیح رسیدیم که سالها بعد وقتی یک نفر دنبال این موضوع رفته و با انیستیتوی اسمیتسونین که به نوشته مقاله بانی اصلی هیئت اعزامی به غار بود تماس گرفته، اونها بهش گفتن که هیچ وقت اشیایی با توصیفاتی که اون مطرح کرده به این انیستیتو برده نشدن و حتی کسی به اسم کینکیت هم براشون کار نکرده. و بالاخره حتی با اینکه در مقاله مورد بحث آدرس حدودی غار داده شده، کسی نتونسته به محوطش وارد بشه، چون در بخش تاریخی پارک ملی قرار داره و تحت حفاظت دولتیه. یعنی هر کسی نمیتونه در این محدوده رفت و آمد کنه، شرایطی که باعث شده این نظریه توطئه مطرح بشه که تعیین این محدوده به عنوان پارک ملی بیشتر از این که به دلیل اهمیت تاریخی و علمی منطقه باشه، برای اینه که عامه مردم از محدودی بحث برانگیز دور نگه داشته بشن. فاصله زمانی کمه بین انتشار مقاله مورد بحث با اعلام شدن این محدوده به عنوان پارک ملی و تحت حفاظت هم به این شایعات بیشتر دامن میزنه. طرفداران این نظریه باور دارن که یافته‌های مربوط به این غارها میتونن کل تاریخی رو که از ریشه‌های تمدن بشر در زمین میشناسیم زیر و رو کنه، که شاید مطلوب بسیاری از حکومت‌های جوامع انسانی نباشه. هرچند این دست خیلی وارد جزئیات منافع یا ضررهای تغییر تاریخ شناخته شده بشر نمیشن. این نظریه رو هم اضافه کنیم که به باور دی مقاله‌ای که در 5 آوریل 1909 منتشر شد، ویژه‌نامه‌ای بوده به مناسبت دروغ روز اول آوریل و برای همین ادامه‌ای نداشته، چون صرفاً یک مطلب مندرآوردی جعلی برای سرگرم کردن مخاطبان بوده. نظریه بعدی رو درباره غاری که احتمالاً در محدوده گراند کنین پیدا شده به نقل از رابرت سپه داریم که به باورش این یافته ها مربوط به بازمانده های تمدنی بود که تحت عنوان آتلانتیس میشناسیم.
نظریه کلی اون درباره سرنوشت ساکنان آتلانتیس بعد از نابودی این سرزمین رو در سری ویدئویی که لینکش در بخش توضیحات همین ویدیو اضافه شده مرور کردیم، ولی خلاصش این طوره. اون در این کتاب با واقعی خوندن افسانه‌های مربوط به آتلانتیس این طور استنباط می‌کنه که تمام ساکنان این سرزمین باهاش نابود نشدن، بلکه دسته‌های مختلفی از اونها تونستن خودشون رو به بخش‌های مختلفی از زمین برسونن و همین هان که بعدها زمین‌ساز تمدن‌های بزرگ در مصر و چین شدن. اون حتی باور داره که دسته ای از مردم آتلانتیس تونستن خودشون رو به محدوده آمریکا برسونن و غاره مورد بحث در گرند کنیون هم متعلق به تمدنی مرتبط با یکی از همین دسته ها. لینک ویدیوهای مربوط به نظریات رابرت سپر و همینطور ویدیویی از اون رو که مشخصاً به گرند کنیون اختصاص داره میتونید در بخش توضیحات همین ویدیو پیدا کنید. بخشی از نظریات درباره غاری که شاید در سرزمین تاریخی بومیان آمریکا پیدا شده باشه به نظریه زمین توخالی ربط داره که در یه سری ویدیو مفصل درباره روایت‌های مختلف در این باره صحبت کردیم. لینک این سری ویدیو رو هم میتونید در بخش توضیحات ویدیو پیدا کنید. برداشت کلی با در نظر داشتن همه این روایت‌ها اینطوره که دنیای زیر زمین دنیایی به هم پیوسته است که از چین تا هند و تبت و مصر راه داره و از غارهایی در محدوده‌های محل سکونت بومیان آمریکا هم میشه بهش راه پیدا کرد. در این برداشت وجود مجسمه و آثاری شبیه اونچه در تبت داریم در غار مورد بحث میتونه نشانه ای باشه از اینکه ساکنان تمدن زیر زمین در دوره‌ای در محدوده گرند کنیون به سطح زمین اومدن یا دست کم کسانی که باشون در ارتباط بودن در سطح زمین حضور داشتن. باوری که اگه ویدیوهای قبلی رو دیده باشین میدونید که در باورهای کهن ساکنان تبت و هند درباره تمدن‌های شامبالا و آگارتا حضوری پررنگ داره که ما رو به روایت بعدی میرسونه. این روایت در سال 1961 رخ میده. دانشجویی به اسم هنگ کرسمن در آریزونا مدتی رو با هوپی‌ها زندگی می‌کنه تا درباره فولکلور و فرهنگ اونها بیشتر بدونه. یک روز یکی از ریش سفیدهای هوپی بهش میگه که کسی به اسم کپاوی می‌خواد باهاش دیدار کنه. کپاوی که خودش هم دانشجو بود به هنگ میگه که ریش سفیدان هوپی بهش اجازه دادن که اون رو به محدوده مقدس گرند کنیون ببره، ولی توضیحی داده نمیشه که چرا چنین اجازه‌ای داده شده. در میانه راه کپاوی از هنگ میخواد که با یه پارچه چشمهاش رو ببنده چون اجازه نداره مسیری رو که طی میکنن ببینه، تا بالاخره یک جا چشم بند هنگ رو بر میداره و ازش میخواد که دستش رو به یک سنگ بزنه. وقتی هنگ دستش به سنگ میخوره ازش رد میشه و اونها وارد راهروی میشن که در دیوارهاش نشانهایی ناشناخته از دید هنگ حک شده بود. کپاوی یکی از درها رو باز میکنه و اونها وارد راهروی دومی میشن که به گفته کپاوی محل پاک شدن تمام آلودگی‌های جسمی و ذهنی اونها بود و بالاخره از اونجا وارد دنیایی متفاوت میشن. شهری بسیار پیشرفته با ماشین‌های پرنده و حباب‌های شفافی که انسان‌ها رو داخلشون در هوا جابجا می‌کردن. لینک ویدئوی اصلی مربوط به این روایت رو میتونید در بخش توضیحات همین ویدیو پیدا کنید و اگه تا اینجای ویدیو رو هم دیدین مثل همیشه لایک و کامنت یادتون نره.